با درود و سلام باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. خبر فوری: فرمانده لوای اول قلوردوی 205 اتل کشته شد. دو موتر بم طالبان پیش از رسیدن به هدف از بین برده شد. وزارت دفاع خبر سقوط ولسوالی المار فاریاب را تکذیب کرد و استقبال پاکستان از نشست های ترکیه و روسیه در مورد صلح افغانستان. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. فرمانده لوای اول قلوردوی 205 اتل کشته شده است. با گزارش از خبرگزاری اطلاعات روز، منابع ارتش در ولایت قندهار تایید میکنند که مزمل صافی فرمانده لوای اول قلوردوی 205 اتل در این ولایت در درگیری با طالبان کشته شده است. یک منبع در قلوردوی 205 اتل که نخواست نامش گرفته شود به روزنامه اطلاعات روز گفت که این درگیری روز گذشته پنجشنبه 21 اُحد در مربوطات ولسوالی پنجوایی قندهار صورت گرفته است. این منبع همچنان گفت که آقای صافی در نخست در جریان درگیری زخمی شده بود و سپس در شفاخانه قلوردوی 205 اتل جان باخته است. به گفته او در این درگیری به کسی دیگر آسیب نرسیده است. شماری از رسانه ها اما گزارش کردند که یک نفر دیگر نیز همراه با مزمل صافی کشته شده است. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. ولایت قندهار در جنوب افغانستان موقعیت دارد. در بخشهایی از این ولایت جنگجویان گروه طالبان حضور و فعالیت تروریستی دارند. شماری از ولسوالی های قندهار از جمله ژیری، ارغنداب، پنجوایی در جریان سال جاری شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالب بوده است. در نتیجه این درگیری ها به دو طرف تلفات سنگین وارد شده و هزاران خانواده نیز بیجا شدند. در همین حال دو موتر بم طالبان پیش از رسیدن به هدف از بین برده شد. با گزارش از خبرگزاری سیهون، وزارت داخلی کشور میگوید که صبح امروز دو حمله کننده انتحاری با دو موتر بم گذاری شده که قصد حمله بالای قطعه خاص در مرکز این ولایت را داشتند قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قطعه خاص شناسایی و هدف قرار گرفتند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که یک سرباز قطعه خاص در این رویداد نیز زخم برداشته است. یک ساعت قبل از خبرنامه وزارت داخله، شاهدان و باشندگان مرکز ولایت میدان وردک از شنیدن صدای انفجار مهیب در مرکز این ولایت خبر داده بودند. این در حالی است که وزارت دفاع خبر سقوط ولسوالی المار فاریاب را تکذیب کرد. به گزارش از روزنامه 8 صبح، وزارت دفاع ملی در واکنش به نشر خبرهای سقوط ولسوالی المار ولایت فاریاب گفته است که این ولسوالی سقوط نکرده و به دست نیروهای امنیتی قرار دارد. همچنان این وزارت روز پنجشنبه 21 اُحد با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی که از چند روز به این سو در تعمیر ولسوالی المار در محاصره بودند نیز نجات یافتند و به شهر میمنه انتقال یافتند. این وزارت افزوده است که از آن جایی که تعمیر ولسوالی در نتیجه دو هفته جنگ تخریب شده بود، اکنون بر اساس نظر شورای نظامی فاریاب در حومه های بارز و در یک موقعیت دیگر به فاصله 300 متری از تعمیر قبلی انتقال یافته است. وزارت دفاع خبرهای نشر شده مبنی بر سقوط این ولسوالی به دست گروه طالبان را تکذیب کرد و گفته است که نیروهای دفاعی و امنیتی همین اکنون در داخل بازار المار حضور دارند. این وزارت تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و دفاعی با انجام حملات زمینی و هوایی بالای تجمعات و موقعیت‌های گروه طالبان در این ولسوالی 36 طالب را کشته و 27 تن دیگر را زخمی کردند. وزارت دفاع تصریح کرده است که خطوط تهاجمی دشمن شکست خورده و جنگجویان طالبان روحیه و توان مقابله با نیروهای دفاعی و امنیتی را از دست دادند. این وزارت خبر داده است که همزمان با این کماندوهای ارتش عملیات دیگر را در بخش‌های باقی مانده اطراف بازار المار آغاز کردند و در تلاشند تا موجودیت گروه طالبان در این ولسوالی را پاکسازی کنند. خبر سقوط المار در حال تکذیب شده است که پیشتر شماری از وکلای شورای ولایتی گفته بودند که ولسوالی المار ظهر روز گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرده است. و خبر اخیر این که پاکستان از نشست های ترکیه و روسیه در مورد صلح افغانستان استقبال کرده است.
و گزارش از رادیو آزادی سفیر پاکستان در کابل طرح جدید واشنگتن برای صلح را همه جانبه خوانده میگوید که از نشست های ترکیه و روسیه برای صلح در افغانستان استقبال میکند. منصور احمد خان در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت هدف پروسه که واشنگتن برای گفتگوی چند هفته یا ماهای آینده تحت ریزی کرده پیشرفت به سوی یک رای حل سیاسی است، ولی او روی نقش تعیین کننده اطراف جنگ در گفتگوهای صلح تاکید کرد. ما باور داریم که این طرح یک چارچوب همه جانبه برای گفتگو بین افغانی دارد، اما اینکه در این طرحها درباره آینده سیاسی افغانستان، تشکیلات سیاسی و خاتمه جنگ از طریق یک آتش بس همه جانبه و دائمی چی نقش را ارائه می شود، روی این همه باید در گفتگوی بین افغانی توافق صورت گیرد. سفیر پاکستان گفت که این کشور در 40 سال گذشته نه تنها از طالبان بلکه از همه افغان ها میزبانی کرده، ولی کدام نفوذ به خصوص میان طالبان ندارد که بر آنها فشار وارد کند. سفیر پاکستان میگوید که این کشور به نشست ها در روسیه و ترکیه برای گفتگوی صلح در افغانستان دعوت شده و در آن اشتراک میکند. با ادامه تلاش ها برای نشست های روسیه و ترکیه، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیروز پنجشنبه 21 اوت در گفتگو با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان باید ادامه یابد تا طرفین درگیر نتایج آن را در نشست استانبول ببینند. آقای کرزی از جامعه جهانی نیز خواست که درباره خروج و یا بقای سربازان خود در افغانستان باید مسئولانه تصمیم بگیرد. این مسئله برای امریکا و متحدین که از 20 سال به این سو در افغانستان دخیل بودند بسیار مهم است که مسئولان عمل کنند. پس برای صلح در افغانستان خروج یا بقای مسئولان مسائلی اند که باید با در نظر داشته نیازمندی های مردم افغانستان روی آن به دقت غور کنیم. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که کشورش می خواهد که نقش کشورهای همجوار و ملل متحد در تلاش های صلح در افغانستان وسیع تر شود، ولی او این را هم گفت که واشنگتن هنوز در مورد خارج ساختن تمامی سربازانش از افغانستان تصمیم نهایی نگرفته است. این در حالی است که یک مقام حکومت ترکیه گفته که انقره حاضر است تا در گفتگوهای صلح افغانستان میان جیگری کند. با گزارش از رسانه های ترکیه، عمر چلیک سخنگوی حزب پر سر اقتدار عدالت و توسعه در ترکیه به روز سه‌شنبه گفت که افغانستان برایشان یک کشور بسیار مهم است. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر میخواهید از آخرین و تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاهی حاصل نمایید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فعال سازید. همچنان برای بهبود برنامه‌های بعدی ما نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.